چی میشد اگه یه روز از خواب بیدار بشی و بفهمی که فقط خودتی که توی کره زمین وجود داری؟ این ادعای یک مرد جوان اسپانیاییه که ادعا میکنه بعد از یک کمای طولانی مدت از خواب بیدار شده و متوجه شده که توی کل کره زمین تنهاست. بچه ها سلام، من لنا هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد مردی باهاتون صحبت کنم به اسم خاویر که یه اکانت پرطرفدار تیک تاک داره و توی اون ویدیوهایی رو منتشر میکنه که به ادعای خودش برای سال 2027 هستن و نکته خیلی عجیب این ویدیوها این هستش که توی این ویدیوها هیچ کسی وجود نداره و کاملا جهان خالیه. اگر شما هم کنجکاوین که بدونین قضیه از چه قراره، حتما تا آخر این ویدیو کنار من باشین و اگر دوست داشتین کانال من رو سابسکرایب کنید، برام کامنت انگلیسی بذارید، از من حمایت کنید. بریم تا ویدیو رو شروع کنیم. اتفاق به 10 ماه پیش برمیگرده، درست وقتی که خاویر اولین ویدیوی عجیب خودش رو توی پیج تیک تاک خودش منتشر میکنه و روی اون نوشته شده بوده سال 2027، در حالی که شهر والنسیا کاملا خالی از جمعیت بوده و خاویر داشته اونجا فیلم میگرفته و قدم میزده. فالوورها خیلی تعجب میکنن و این رو برای همدیگه ارسال میکنن، جوری که توی چند روز بازدید میلیونی میگیره و سوالها پشت سر هم ازش شروع میشه. اول از همه بهش میگن تو از کجا مطمئنی که سال 2027ه؟ و خاویر برای اینکه اینو ثابت بکنه از صفحه لپتاپش ویدئو میگیره که توی اون تاریخ سال 2027 خورده بوده، ولی همونطوری که خودمون میدونیم میشه ساعت کامپیوتر رو تغییر داد، حتی ساعت روی گوشی رو میشه تغییر داد و سال 2027 رو روش ست کرد. به خاطر همین این کار درستی نبود و مردم ازش خواستن که از سیری یا از الکسا استفاده بکنه. برای همینم خاویر برای اینکه دوباره حرف خودش رو اثبات بکنه دقیقا همین کار رو انجام میده. اگر بدونید که قطعا میدونید، الکسا و سیری مستقیم به اینترنت وصل میشن و زمان رو از اون میگیرن و در کمال ناباوری اونها هم سال 2027 رو اعلام میکنن. که فکر نشایی؟ از دومینگو 21 دی مارسو دی 2027 و اینجا تمام شایعات شروع میشه. اولش مردم که هیچ کدوم حرفای خاویر رو باور نکرده بودن بهش میگن که خب تو این ویدیوها رو توی دوران قرنطینه داری میگیری که 100% خیابونها خالی هستن و این اصلا چیز عجیبی نیست، اما به نظر ما بهترین چیز اینه که تو بری توی اون بیمارستانی که ادعا میکنی ازش اومدی بیرون و کسی اونجا نبوده و دوباره فیلم بگیری. همونطوری که خودمون هم میدونیم بیمارستانا تو این دوران قطعا تنها جاهایی بودن که خیلی خیلی شلوغ بودن و امکان نداشته که خاویر میتونسته بره اونجا و خالی بوده باشه. خاویر این کار رو انجام میده، وارد اون بیمارستان میشه و در کمال ناباوری ویدیویی که اون میگیره هیچ کسی توی اون بیمارستان وجود نداشته. از اینجا یه سری فرضیه ها مطرح شد و اونها میگفتن که خاویر بین 2 زمین موازی گیر کرده که رابطه بین سال 2027 و 2021 رو داره برقرار میکنه. یه سری ها معتقد بودن که خاویر مسافر زمان شده و توی 2 زمان هستش که گیر کرده و یه سری دیگه هم معتقد بودن که این ویدیوهای ادیت شده هستش، که البته بعد از اون هم یه سری جواب دادن و فیلمسازها و ادیتورها گفتن که نمیشه یه همچین ویدیوهایی رو با یه همچین کیفیت و تمیز بودنی درست کرد. همچنان این سوال‌ها باقی موند و کاربران شروع کردن به درخواست کردن‌های متعدد از خاویر. اونا از خاویر خواستن که بره جاهای مختلف و براشون فیلم بگیره، مثل کلیساها، رستوران‌هایی که خیلی شلوغ بودن یا استادیوم‌ها. مثلا خاویر به یکی از استادیوم‌ها رفتش و از اونجا فیلم گرفت. جا
جالب اینه که وارد استادیوم میشه، توی اونجا کاملا خالیه، میره جلو توی رختکن بازیکن‌ها هم حتی وارد میشه و از توی رختکن هم از اونجا فیلم میگیره و این خیلی خیلی میتونه عجیب باشه. بعد از اون مردم ازش خواستن که بره توی فرودگاه و اون هم قبول میکنه. وارد فرودگاه میشه، هیچ کسی جلوشو نمیگیره، هیچ مأمور گیتی وجود نداره، وارد میشه، برنامه پروازها کاملا درست ست شدن و هیچ کسی به جز خاویر اونجا نبوده توی اون فرودگاه و اینم خیلی عجیبه. مردمش میگن که چرا سوار هواپیما نشدی و با استفاده از هواپیما به یه کشور دیگه نرفتی که به ما ثابت بکنی؟ و خاویر جواب اونها رو داد و گفت من خلبان نیستم، پس نمیتونستم که هیچ کدوم اون هواپیماها رو بلند بکنم. اما هنوز هم عجیبه که تا اونجا بره و اونجا هیچ کسی نبوده باشه. یه سری از فالوورها گفتن که این ویدیوهایی که تو داری تهیه میکنی احتمالا ساعت 6 و 7 صبح گرفته شده و با یه سری از حرفندهای ادیت اینا رو برداشتی و تایمش رو توی روز تغییر دادی، به خاطر اینکه شاید اون استادیوم واقعا خالی بوده باشه و تو 6 صبح اونجا رفته باشی. و خاویر برای اینکه بتونه اینو ثابت بکنه توی شهر رفت، توی خیابون‌ها حرکت کرد و از یک ساعت عمومی که توی خیابون بود که ساعت 17:46 دقیقه رو نشون میداد فیلمبرداری کرد برای اینکه اون رو ثابت بکنه و توی ساعت 5 بعد از ظهر اون خیابون به اون شلوغی کاملا خالی از جمعیت بود. بعد از اون دوباره فالوورها شروع کردن برای اینکه خاویر رو به چالش بکشن ازش درخواستای دیگه ای داشتن. درخواست بعدی اونها این بودش که خاویر به باغ وحش بره که یکی از جاهای خیلی عجیبی بود که من خودم فیلمش رو دیدم و تعجب کردم. خاویر به باغ وحش رفت و در کمال ناباوری علاوه بر اینکه اونجا هیچ انسانی نبودش، هیچ حیوانی هم اونجا نبود. هیچ پرنده‌ای هم تو آسمون اونجا نبود، نه تنها پرنده بلکه هیچ ماهی هم توی آب نبود. یعنی اون ویدیویی که گرفته و منتشر کرده هیچ موجود زنده‌ای توش وجود نداره و این خیلی میتونه عجیب و وحشتناک باشه. اما اگر از من بپرسین عجیبترین ویدیوهایی که خاویر منتشر کرد چی بود، من به دوتاش میتونم اشاره کنم. اولین ویدیویی که خیلی بر من عجیب بود درخواست مردم به رفتن خاویر به قصر سلطنتی بود. قصر سلطنتی اسپانیا همجوری که همتون میدونید یه جایی هستش که قطعا پر از مأمور و گارد هستش. شاید میتونستیم قبلی ها رو بگیم که خاویر رفته بیرون توی خیابون و جاهای عمومی بودن و فیلم گرفته، اما قصر سلطنتی جایی نیست که هر کسی بتونه بره داخلش بشه و بعدم بیاد و ویدیو رو ادیت بکنه. جایی نیستش که بذارن که اون فیلم بگیره به این راحتی و فقط به اشخاص مهم شاید اجازه ورود یا حتی فیلم برداری بدن. اما خاویر این کارو میکنه، وارد قصر سلطنتی میشه، از تک تک اتاق‌ها و راهروها فیلم میگیره و اون رو منتشر میکنه و در کمال تعجب باز هم همه جا خالیه، خالی بوده. مورد دیگه ای که برای خود من خیلی خیلی عجیب بود و واقعا هنوز نمیتونم توضیحی براش داشته باشم، ویدیویی بود در مورد یک خبرنگار از یکی از کانال‌های خبری اسپانیا. این مرد یک کتاب رو میبره پشت صحنه و توی دکور قایم میکنه.